منطقه خاورمیانه در آستانه تحولی عمیق. مذاکرات مشاور امنیت ملی کاخ سفید در ریاض برای برقراری آرامش در یمن تنها یکی از نشانه های این تحول است. تحولی که قطعاً برجسته ترین نمودش این است: تخریب دیوار حائل میان سوریه و اتحادیه عرب و طرحی نو که عاقبت در انداخته شد. اتحادیه عرب تصمیم گرفت کرسی نمایندگان دولت سوریه را برای شرکت در نشست‌های این شورا و تمامی نهادهای تابعش بازگرداند. طرحی که بانیانش به وضوح می‌دانستند ممکن است با مخالفت‌هایی از سوی دیگر بازیگران عرصه جهانی مواجه شوند. از همین رو اراده کردند از همان لحظه آغازین اعلام این خبر همه آن مخالفان بالقوه را در یک عمل انجام شده قرار دهند. انتظار می رود بسیاری از کشورهای غربی در اروپا و آمریکا از تصمیم ما مبنی بر عضویت مجدد سوریه در اتحادیه عرب راضی نباشند. اما این تصمیم مستقل از سوی کشورهای عضو این اتحادیه است. منافع مشترک کشورهای عرب در این بره ما را به اتخاذ چنین تصمیمی موظف می کند. این که پشت کردن به سوریه را متوقف کنیم. خبری که طبعاً بیش از همه برای مخالفان بشار اسد رئیس جمهور سوریه مایوس کننده بود. تصمیم اتحادیه عرب برای ما اصلا شگفت‌آور نبود، چرا که اونا از لحظه آغاز انقلاب ما که چیزی نمونده بود جهان عرب رو به تسخیر خودش در بیاره باهاش مخالف بودن. اونا برای توقف این حرکت علیه ما توطئه کردند. میخوام به شما اعضای اتحادیه عرب بابت پذیرش دوباره بزرگترین مغز متفکر و قاچاقچی مواد مخدر به جمع خودتون تبریک بگم. شما بهای سنگینی بابت این کار خواهید پرداخت. با این حال بازگشت سوریه به اتحادیه عرب در میان دولت‌ها نیز مخالفانی دارد. برجسته‌ترینشان در منطقه قطر است که طی تمام مذاکرات ماه‌های اخیر از مخالفان پروپا قرص بازگشت سوریه به اتحادیه عرب و عادی سازی روابط با دمشق بود. پس چه شد که قطر به مخالفت‌هایش پایان داد؟ احتمالاً به این دلیل. بازگشت سوریه تنها آغاز یک حرکت است، نه پایان آن. روال حل و فصل بحران سوریه و اعمال رویه ها و تصمیمات در این خصوص زمانبر خواهد بود. وظیفه این کمیته پیگیری این امور است. همچنین اقدام اخیر به معنای تصمیم برای احیای روابط میان کشورهای عرب و سوریه نیست. هر گونه تصمیم گیری مستقل در این باره حقی است که در اختیار اعضای اتحادیه قرار دارد. حقی که قطر بلافاصله از آن استفاده و اعلام کرد که با وجود پذیرش مجدد سوریه در اتحادیه عرب روابط خود را با دمشق عادی نخواهد کرد. از سوی دیگر واشنگتن نیز از پذیرش مجدد سوریه در اتحادیه عرب انتقاد کرد و دمشق را شایسته بازگشت مجدد به جمع اعضای این گروه منطقه‌ای ندانست. وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای نوشت که در حال رایزنی با شرکای خود در این خصوص بوده و به صراحت با آنها اعلام کرده که روابط با رژیم اسد را عادی نخواهد کرد و تحریم‌هایش نیز همچنان به قوت خود باقی خواهد بود. هرچند در ادامه بیانیه آمده که واشنگتن با متحدان خود در زمینه حل بحران سوریه از طریق تعامل مستقیم با بشار اسد به عنوان هدف نهایی همسو است. در مقابل تهران بازیابی جایگاه سوریه در اتحادیه عرب را موفقیتی برای دمشق توصیف کرده. با این حال نزدیکی سوریه به کشورهای عربی تحولی لزوماً مثبت برای تهران نیست، چرا که یکی از شروط اتحادیه عرب برای بازگشت تمام و کمال سوریه به این نهاد کنترل مرزهای این کشور در برابر قاچاق مواد مخدر و اسلحه و همچنین خروج شبه نظامیان خارجی از سوریه است. اشاره‌ای که بیش از همه به نیروهای نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی در سوریه برمی‌گردد. سفر اخیر ابراهیم رئیسی به سوریه شاید تلاشی بوده برای تضمین منافع و همچنین به خطر نیفتادن جایگاه تهران برای دمشق. در چنین چشم‌اندازی آیا جمهوری اسلامی باید بیشتر شادمان باشد از بازگشت دمشق به اتحادیه عرب یا بیشتر نگران؟ محسن ایزدی، لندن.